مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآلي، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. شما را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را برای همه ما و شما همان طوری که اسوه و الگوه قرار داده، بر همه ما توفیق رفتن برای اصحاب پیامبر را عنایت بفرماید. در برنامه گذشته و جلسه گذشته پیرامون تفسیر و تحلیل و درک سیدنا عمر رضی الله عنه را از قرآن عظیمشان آیاتی را اشاره کردیم. سیدنا عمر رضی الله عنه شخصیتی هست که وقتی که نگاه میکنیم از جمله کسانی است، سیدنا عمر که در جامعه ای که سواد نبود، در جامعه ای که بی سوادی بود، در جامعه ای که جهل، ظلم همه به اوج خود رسیده بود، سیدنا عمر در آن جامعه روی به درس و کتابت آورده بودند. این بیانگر علاقه شدید و علاقمندی سیدنا عمر رضی الله عنه را به خواندن و نوشتن نشان می‌دهد. بنابراین قبل از اسلام از جمله فرهیختگان به شمار می‌رفتند سیدنا عمر رضی الله عنه، و از لحظه‌ای که سیدنا عمر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند تا زمانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در دنیا تشریف داشتن و تا لحظه‌ای که رسول معظم اسلام از دنیا تشریف بردن، سیدنا عمر کوشش می‌کردند که در حلقه‌های درس رسول خدا صلی الله علیه و سلم حضور داشته باشند. اگر روزی سیدنا عمر رضی الله عنه در جای مصروف می‌شدند، مشغول می‌شدند، نمی‌توانستند به درس نبی کریم صلی الله علیه و سلم برسند، از دیگران پرسان می کردن که امروز رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چی ارشادات داشتن و چی فرمودن. این عشق و علاقه سیدنا عمر رضی الله عنه به شنیدن اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. همچنین از خود سیدنا عمر رضی الله عنه حدیثی داریم که می فرماین که من و همسایه ام که از انصار بودن، برای حضور در جلسات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برنامه ریزی کرده بودیم که همدیگر را واقف کنیم. یعنی سیدنا عمر می فرماین که ما با همسایه ما نوبت کرده بودیم، هر روزی که
من نمی رفتم به جلسه درس رسول الله صلی الله علیه و سلم، او همسایه من، برادر من از انصار می رفت در جلسه درس رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد وقتی برمیگشت می آمد دروازه خانه را در می زد و می گفت که امروز رسول الله چنین فرمودن. و روز بعد که او همسایه نمی توانست برود، من می رفتم و درس را می گرفتم و او دوست خور و برادر خود که از انصار بود او را واقف می کردن. پس بناهن سیدنا عمر رضی الله عنه کوشش عام تام خود را داشتند که همیشه و اکثر اوقات همرکاب با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم باشند، که این جلسه ما و شاید جلسات دیگری هم پیرامون این باشه که سیدنا عمر رضی الله عنه در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. به راستی هم که وقتی نگاه میکنیم استادی که رحمت للعالمین باشد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، کسی که در شأن اونها و انک لعلى خلق عظیم آمده، کسی که وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین گفته شده، و عمر شاگرد چنین شخصیتی باید که چنین شاگرد دردانه تربیت شود. سیدنا عمر رضی الله عنه علاقه زیادی به پرسان داشتن، پرسش داشتن، زیاد پرسان میکردن و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هم توجه خاص برای سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه می نمودن، چنانچه که در حدیث بخاری می آورد که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که من در خواب دیدم، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من در خواب دیدم که کسی آمد و برای من ظرف شیری را آورد و من آن شیر را چنان نوشیدم که احساس کردم که از سر انگشتان من در حالت بیرون شدن هست و بعد داخل این ظرف شیر باقی ماند. و بعد رسول معظم اسلام چی می فرمایند؟ فرمودن که متباقی این شیری که از پیش من ماند برای عمر دادم. از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سوال شد که یا رسول الله، شما این خواب را به چی تعبیر می کنید که شیر برای شما آورده شد و شما نوشیدید و متباقی این شیر را به سیدنا عمر دادید، این تعبیرش چیست؟ فرمودن رسول معظم اسلام که اون علم بود. سبحان الله، چقدر فضل الهی و لطف الهی شامل حال سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه هست که در خواب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای رسول الله شیر داده می شود که او تعبیر از علم هست و متباقی و آن چیزی که باقی مانده بود رسول معظم اسلام برای سیدنا عمر رضی الله عنه می دن. محبت عمیقی بین رسول خدا صلی الله علیه و سلم و بین سیدنا عمر رضی الله عنه وجود داشت که این به کسی پوشیده نیست که محبت استاد نسبت به شاگرد نقش به سزای داره. در چی؟ در ایجاد فضای علمی و فرهنگی. وقتی بین شاگرد و استاد محبت بود، یقیناً که در او علم اثر هست، در او علم برکت هست و در رشد او شاگرد خیر و برکت نهفته هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی می فرمایند چقدر بین سیدنا عمر و بین رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم محبت هست. در حدیث رسول معظم اسلام می فرمایند که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. وقتی که این حدیث رسول معظم اسلام فرمودن که ایمان کامل نداره یکی از شما تا اینکه من را محبوبتر از پدر و مادر و از فرزند و از همه مردم و از همه بالاخره محبوبتر نداشته باشه. عمر رضی الله عنه میگه یا رسول الله، شما را من از هر کسی جز خودم محبوبتر دارم. ببینید که چقدر پیش سیدنا عمر صداقت هست، راستی هست. میگه یا رسول الله، من شما را غیر از خودم دیگه از همه چیز بیشتر دوست دارم. رسول خدا فرمودن لا یا عمر حتی اکون احب الیک من نفسک،
تا زمانی که شخص مرا از خود هم بیشتر دوست نداشته باشه ایمانش کامل نمی شود. سیدنا عمر رضی الله عنه می فرماید پس شما را یا رسول الله از خودم هم بیشتر دوست دارم. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن الان یا عمر، سبحان الله چی نکته مهم است، الان یا عمر یعنی چی؟ یعنی اکنون ایمان تو کامل شده ای عمر، ایمان تو الان کامل شد، سبحان الله. مجده و بشارتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کاملیت ایمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میدن، این چی نعمت عظیم و بزرگی، چی فضلی که الله سبحانه و تعالی شامل حال سیدنا عمر رضی الله عنه میگردانه، سبحان الله. وقتی بحث ما از این شخصیت هاست، این شخصیت هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا ایمان اونها را تایید کردن که کامل هست، یا وعده بهشت برایشان میدن، یا بالاخره صدها نعمت دیگری که در دنیا و آخرت از برکت دین و اسلام و قرآن نصیب این شخصیت ها می شود. لحظه فکر کن ای مسلمان، کسی که پیامبر میگه ایمان تو الان کامل شد، یعنی ایمان سیدنا عمر به درجه میرسه که به درجه کاملیت هست، و او هم کی برایش تایید میکنه؟ چی کسی؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. پس بناءً سیدنا عمر رضی الله عنه گفتیم که در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جایگاه سیدنا عمر رضی الله عنه، که روزی سیدنا عمر رضی الله عنه که به طرف عمره می رفتن از رسول الله اجازه می گیرن، رسول معظم اسلام برای حضرت عمر چی می گوین؟ چی جمله به زبان میارن؟ که انشاءالله این جمله و این درخواستی که رسول خدا از سیدنا عمر درخواست می کنن بعد از یک میان برنامه انشاءالله ادامهش را بیان خواهیم کرد، با ما باشید. سابقون الاولون من المهاجرین والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیش گامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغهایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. خدمت همه عزیزان مجدداً السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سخن از سیدنا عمر رضی الله عنه می باشد، سخن از خلیفه دوم اسلام، سخن از کسی که الله سبحانه و تعالی نظر به تأییدش آیات را می فرستد، نظر به آرزویش آیات را می فرستد. سخن از عمر فاروق هست.
قبل از میان برنامه پیرامون رفتن سیدنا عمر رضی الله عنه به طرف عمره در حدیثی که ابو داود و ترمیزی و ابن ماجه روایت می کنن، روزی سیدنا عمر رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اجازه عمره می گیرن. لحظه متوجه باش به این نکته، به این درخواست. سیدنا عمر رضی الله عنه از رسول معظم اسلام می فرما اجازه می گیرن که یا رسول الله به من اجازه دهید من می روم به طرف عمره، می روم به قصد ادای عمره. رسول معظم اسلام اجازه می دهن و بعد چی می گوین؟ چی می فرماین؟ رسول خدا فرمودن یا عمر لا تنسانا، سبحان الله، می فرماین لا تنسانا یا اخی فی دعائک. یک لحظه فکر کن، رسول خدا می فرماین که ای عمر، ای برادر من، یا اخی، ما را از دعای خود فراموش نکنید. الله اکبر، الله اکبر. سیدنا عمر رضی الله عنه می فرماین که این سخنی که رسول الله برای من گفتن که یا اخی و مرا برادر خود خطاب کردن، این را من به دنیا عوض نمی کنم. اگر کسی تمام دنیا را برای من بدهد که این جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم را از من بگیرد، من این را به هیچ کس نمی دهم. که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم مرا برادر خطاب کردن که لا تنسانا یا اخی فی دعائک. الله اکبر. رسولی که با اون همه عظمت و بزرگی میگن ای برادر من، ما را از دعا فراموش نکنید. این محبت ها بود، این دوستی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به سیدنا عمر رضی الله عنه بود که سیدنا عمر را تشویق میکرد تا در همه غزوات شرکت داشته باشند و در اکثر اوقات در کنار رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم سپری کنند. من به طور خلاصه و فشرده پیرامون سیدنا عمر در رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، خصوصا در غزوات که از هر غزوه فقط نمونتن یکی یا دو را اشاره می کنم. جایگاه سیدنا عمر، فضائل سیدنا عمر، تلاش های سیدنا عمر، زحمات سیدنا عمر رضی الله عنه. نخست اگر از بدر بگوییم نقش سیدنا عمر را، چون وقتی شروع میکنیم سیدنا عمر در میادین جهاد همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس وقتی که از میادین جهاد شروع میکنیم اول و نخست از بدر بگیم. و ناگفته نمانه که همه مورخین اتفاق نظر دارن که سیدنا عمر رضی الله عنه در تمام غزوات همرکاب با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بودن. چقدر مهمه در تمام غزوات، اگر غزوه بدر، اگر غزوه احد، اگر غزوه خندق که احزاب میگوین، اگر غزوه بنی مصطلق، اگر غزوه حنین، اگر صلح حدیبیه، اگر فتح مکه، اگر غزوه تبوک، هکذا، سیدنا عمر رضی الله عنه در تمام جنگ ها و غزوات همرکاب با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم قرار دارن، که این هم جایگاه و مقام سیدنا عمر را نشان می دهد. غزوه بدر، عمر رضی الله عنه در غزوه بدر شرکت داشتن که الله سبحانه و تعالی از اهل بدر اظهار رضایت می کند. در کناری که اظهار رضایت می کند، الله سبحانه و تعالی می گید از این به بعد اینها هر عملی را انجام بدن من اینها را بخشیدم. اهل بدر در مقامات اول قرار دارن. اونهایی که اهل بدر بودن واقعا دیگه او صحابه‌ای‌ان که در
صدر اصحاب پیامبر قرار دارند. سیدنا عمر در بدر شرکت داشتند. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اصحاب مشورت نمودند، اولین کسی که لب سخن گشود سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. وقتی مشورت کردند که چی باید کرد، آیا با کفار بجنگیم، آیا کفار را رها کنیم، آیا در مقابلشان استاده بشیم، اولین کسی که لب سخن باز می کند سیدنا ابوبکر صدیق است. بعد از سیدنا ابوبکر صدیق، عمر رضی الله عنه سخن می گوید و در سخنان سیدنا عمر رضی الله عنه اینه که صحابر به جهاد با کفار فرا می خواند. حضرت عمر هست که صحابه دعوت میکنه که باید با کفار مبارزه کنیم، باید با کفار جهاد بشه، باید بالاخره در مقابل اونها استادگی کرد. در بدر نقشی که سیدنا عمر رضی الله عنه دارن در طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 391 و 392 آمده که اولین شهیدی که در بدر، اولین کسی که در بدر شهید میشه به نام مهجع که غلام آزاد شده سیدنا عمر رضی الله عنه است. سبحان الله، عمر رضی الله عنه غلامی داره و او غلام را آزاد کرده بودن و او غلام در بدر شرکت میکنه و اولین شهید در بدر غلام سیدنا عمر رضی الله عنه که او غلام آزاد شده بود شهید می شود. اگرچه این روایت را بعضی ضعیف گفتن این روایت ضعیف هست. چرا ضعیف این روایت؟ به خاطر منقطع بودن سندش ضعیف گفته شده. ولی در تاریخ و خصوصا در طبقات ابن سعد میاره که اولین شهید غلام آزاد شده سیدنا عمر رضی الله عنه می باشد. و همچنین با سیدنا عمر رضی الله عنه در بدر وقتی که 70 نفر از مشرکین اسیر میشن، اسارت آن اسرا، رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم با اسرا که چگونه برخورد کنن با صحابه مشوره میکنن. مشورت سیدنا عمر رضی الله عنه این بود که یا رسول الله، اینها با مسلمان ها ظلم کردن، ستم کردن، مسلمان ها رو ویرانه کردن، از خانه و کاشانه اونها را دور ساختن، نظر من این هست که اینها را از دم شمشیر بگذرانید، یعنی همه اینها را سر بزنید. نظر دیگر صحابه و سایر صحابه این بود که از اونها فدیه گرفته شود و بالاخره آزاد شوند. رسول معظم اسلام چون اکثریت و نظر اکثر را دیدن، اسرا را آزاد کردن و فدیه استندن و بعدن این آیه نازل می شود: ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. خدا اراده در شان یک پیامبر نیست که او اراده دنیا را داشته باشه، خدا اراده آخرت را داره. و بالاخره در حدیث رسول معظم اسلام می فرماین که اگر در آن لحظه عذاب نازل می شد، سبحان الله، اگر در آن لحظه عذاب نازل شود، غیر از عمر همه در هلاکتن. این آیه بر تأیید قول سیدنا عمر رضی الله عنه نازل میشه. نقش سیدنا عمر و حضور سیدنا عمر و گفتگوی سیدنا عمر در بدر هست. و همچنین هنگامی که عباس عموی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به اسارت مسلمان ها در آمد، عمر رضی الله عنه گفت که ای عباس مسلمان شو. سبحان الله، سیدنا عمر خوشحالی رسول الله را می خواهد، ذوق و شوق رسول الله را می خواهد. سیدنا عمر می فرماید که ای عباس مسلمان شو و بدان که مسلمان شدن تو نزد من از مسلمان شدن پدرم خطاب پسندیده تر هست.
اگر خطاب مسلمان شود من اینقدر خوشحال نمیشم که تو مسلمان بشی، به خاطر چی؟ زیرا میدانم که رسول خدا مسلمان شدن تو را دوست دارد. سبحان الله، سیدنا عمر عاشق و مشتاق هست که سیدنا عباس مسلمان بشه تا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحال بشن، چون مسلمانی عباس را رسول الله دوست داشتن، که این روایت در البدایه و النهایه جلد سوم صفحه 388 بیان میشه. و همچنین در بین اسرای بدر سخنگوی قریش به نام سهیل ابن عمرو قرار داره. سهیل ابن عمرو یک شاعر، یک سخنور، سخنگوی قریش که وقتی به صحبت شروع میکرد همه را فریفته صحبت خود میساخت، در بین اسرا قرار داره. سیدنا عمر میگه یا رسول الله اجازه بدهید که این سهیل ابن عمرو که علیه شما صحبت کرده و علیه مسلمان ها صحبت کرده، اجازه بدهید که من دندانهای این را بکشم. سبحان الله، سیدنا عمر از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم درخواست میکنه یا رسول الله اجازه بدی. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ای عمر، روزی میشود که او را ستایش نمایی. یه از معجزات نبی کریم صلی الله علیه و سلم. وقتی که سهیل ابن عمرو مسلمان میشه، بعدها مسلمان میشه، زمانی که رسول معظم اسلام از دنیا تشریف میبرن، در آن لحظه اکثریت اهل مکه میخوان از دین برگردن. سهیل ابن عمرو میایه میگه که برای مردم سخنرانی میکنه، میگه آیا شما کسانی هستید که آخرین افراد آمدید به دین پیوستید و میخواهید اولین افرادی باشید که از دین برگردید؟ همه اونها رو به دین و به اسلام و به قرآن تشویق میکنه، بعد میگه اگر شما باشید و نباشید خداوند دین خود را پیروز میکنه. همه بالاخره پشیمان میشن، پس لا اله الا الله گویان رو به طرف خانه و زندگی میرن. این خبر وقتی به سیدنا عمر میرسه، سیدنا عمر خوشحال میشن، میگن فدای تو شم ای رسول خدا، اگر اون روز من دندانهای سهیل ابن عمر را میکشیدم، امروز این حرفها را کی میزد؟ این از معجزات رسول الله صلی الله علیه و سلم. و همچنین ارتباط به سیدنا عمر رضی الله عنه که در بدر با چی کسی مقابله میکنن و چی کسی را میکشن، و دیگر نقش سیدنا عمر رضی الله عنه در بدر و سایر غزوات، ان شاء الله به جلسه بعدی الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بدهد تا اینکه این اسوه های زیبا و این شاگردان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، این شخصیت هایی که الله می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان شما مثل ایمان اینها بشه شما هدایت می شوید، و اگر ایمان شما خلاصه غیر از اینها باشه شما گمراه می شوید. الله سبحانه و تعالی همه را توفیق بدهد که راه صحابه را در پیش بگیرن، تا برنامه بعدی موفق و پیروز و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقام فی الدرا صعب المنالی، بلوغ رقیه شبه المحالی، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الدرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل